هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. خوش آمدید آقای صدرزاده. یافته های این گزارش به ما چی میگن؟ به ما میگن که در تمام این کشورهایی که شما نام بردید دولت مرکزی قوی وجود نداره. در تمام این جنگ ها، در تمام این کشورها جنگ های داخلی وجود داشته و در تمام این کشورها رد پای جمهوری اسلامی هم دیده میشه. این خصوصیت هر چهار کشوری است که شما نام بردید، ولی در عراق در صدر این چهار کشور عربی وجود داره. تعداد دقیقش کسی نمیدونه، در حدود 300 هزار نفر حد میزنن که هم در جریان جنگ هایی که در از زمان به قدرت رسیدن صدام حسین تا جنگ ایران و عراق تا جنگ خلیج فارس و دو جنگی که آمریکا با عراق داشت، در طی این حوادثی که اتفاق افتاده در عراق حدود همونطور که شما گفتید بین 300 هزار تا 1 میلیون نفر آدم ناپدید شده که هنوز اثری ازشون در دست نیست. و در سوریه هم آمار دقیقی ما نداریم، ولی از سال 2011 تا کنون که جنگ داخلی شروع شده حد زده میشه که 10,000 نفر ناپدید شدن. امکان این که بتونیم یه آمار مشخصی در مورد سوریه به دست بیاریم خیلی خیلی کمه. و در لبنان هم همونطور که شما گفتید، از سال 1975 که جنگ داخلی شروع شد تا سال 1990 که با میانجیگری عربستان سعودی در طائف به پایان رسید، در حدود 30,000-40,000 نفر کشته شدند که باز هم آمار دقیقی در دست نیست. و یمن هم همینطور با شروع جنگ داخلی الان داریم کم کم به مرز 2,000 ناپدید شده میرسیم. ولی همونطوری که گفتم، اشتراک این کشورها نبودن دولت مرکزی قوی و حضور جمهوری اسلامی و دعوای بین گروه های متفاوت مذهبی، یعنی در حقیقت جنگ داخلی. البته باید اینو اضافه کرد که این سنت که روز 30 اوت رو به عنوان روز ناپدید شدگان میذارن، سنتی است که از سال 1982 از کشورهای آمریکای لاتین میاد. اون زمان کشورهای آمریکای لاتین به کشورهای آمریکای جنوبی در اثر حکومت نظامیان و کودتایی که نظامیان کرده بودن در حقیقت در سازمان ملل مطرح شد، ولی متاسفانه در منطقه ما باعث شده که این سنت سازمان ملل بیشتر این روزها به کشورهای سوریه و لبنان و یمن و عراق مربوط بشه. آقای صدرزاده، آیا این گزارش میتونه مبنایی برای یک تحقیق جامع و گسترده از سوی سازمان ملل یا ایجاد یک کمیته حقیقت‌یاب منجر بشه؟ در بسیاری از کشورها کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، کمیسیون نه، ولی فعالیت‌های مدنی انجام شده. در عراق هستن یه عده‌ای، حتی در لبنان هستن، در سوریه امکانش کم هست و دارن فعالیت می‌کنن که دولت رو یا نهادهایی رو که مسئول هستن مجبور به پاسخگویی بکنن. ولی واقعیت این است، غمناک این مسئله، این ارزیابی، ولی واقعیت این است که امکان برگزاری کمیسیون‌های حقیقت‌یاب وجود نداره، مگر اینکه یک سازمان بین‌المللی، فرض کنید سازمان ملل متحد، تصمیم بگیره. چون دولت مرکزی، فرض کنید کشور عراق یا کشور یمن یا کشور لبنان یا کشور سوریه، یا نمیتواند یا نمیخواهد کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل بده، ممکنه سازمان‌های بین‌المللی وارد عمل بشن. ولی متاسفانه این آمادگی هم در سازمان‌های بین‌المللی نمی‌بینیم. به همین علت این مسئله محدود شده به سازمان‌های انسان دوستی و سازمان‌های خیریه و سازمان‌های حقوق بشری مثل امنستی انترنشنال که هر ساله به این آمار بسیار غم‌انگیز توجه بده. سپاسگزارم از شما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما.